سلام میکنم به دوستای خوب و همیشگی خودم در آسفید. من علی رجبی هستم. یک تکنیکی رو امروز برای شما در نظر گرفتم که کمک میکنه شما بتونید از فضای در حقیقت رنگی لب و ترکیبش با فرمان اپلا ایمیج به خلق جلوه های رنگی و نوری متفاوت برسید که امروز خیلی رایج شده، مخصوصا زمانی که شما توی اینترنت سیر از وبسایت ها رو میبینید، میبینید که تهمه های رنگی خیلی خاصی رو به وجود میارن. یکی از روش هاش که میتونه جذاب باشه برای ما با استفاده از ترکیب مود رنگی لب و فرمان اپلا ایمیج هست. ما قبلا راجع به اپلا ایمیج صحبت کردیم ولی فکر میکنم این بتونه خیلی جذابیت های متفاوتی داشته باشه. تصویر رو باز کردم و سعی میکنم که هرچند که اپلا ایمیج رو لایه بکراند من ترکیب های رنگی رو به من میده، اما سعی میکنم که ازش یک کپی بگیرم و اسمش رو میذارم اپلا ایمیج که در حقیقت بدونم با اپلا ایمیج رو کار کردم. اول کاری که انجام میدم میام در منو ایمیج رو در قسمت مود تصویرم رو از مود رنگی RGB به لب تغییر میدم که بتونم کانال های رنگیم رو از نور جدا بکنم و لایه هم رو فلت نمی کنم، don't flatten، که لایه های من رو نبنده. الان در قسمت channels L, A و B رو دارم. میدونیم که L به همراه A رنگ در قرمز و سبز یا با B رنگ زرد و آبیست و واقعا ترکیب های جذابی رو به ما میده با استفاده از فرمان apply image. میام در منوی image apply image رو فعال میکنم. کاری که من انجام میدم اینه که خب در وهله اول ممکنه که تصویر ما به این شکل ترکیب بشه یا اصلا ترکیبش رو ما متوجه نشیم. مهمترین اتفاقی که اینجا برام میفته ترکیب کانال هاست. من در قسمت چنل سورسم B رو انتخاب میکنم چون به من اجازه میده apply image که با ترکیب کانال هام با تصویرم و ترکیبش با بلندینگ مود به اون نتیجه های رنگی متفاوت برسم و بلندینگ مود روی سکرین میذارم، میتونم روی سافت لایت بذارم، اوورلی بذارم. اما چون من یک تهمایه رنگی میخوام که برایتنس بالایی داشته باشه میام و مود رنگی سکرین رو انتخاب میکنم. از قسمت ماسک میتونم استفاده بکنم برای اینکه بتونم کانال دیگه ای رو ماسک کنم توی کانال بالا. من اینجا چنل A رو انتخاب میکنم. اتفاقی که اینجا برام میفته اینه که خب من الان به این نتیجه رسیدم B در مود رنگی سکرین با خود تصویر ترکیب شده و قسمت هایش هم توسط کانال A هر آنچه که در چنل هست کانال A کم شده. اما نکته ظریفی که اینجا میتونه من کمک بکنه و شما میتونید ترکیب رنگی های متفاوت و جالبی رو برای تصاویرتون چه پورتره چه لندسکیپ بسازین، این معکوس کردن کانال های رنگی است. یعنی هر دو کانال رنگی رو من از فرمت عادیشون اینورت میکنم و اونها رو معکوس میکنم. بنابراین به نتیجه که مد نظرم هست یا اون تهمه‌های رنگی که مد نظرم هست میرسم که خیلی خیلی توی در حقیقت پردازش‌های رنگی امروز رایج شده. اوکی میکنم. حالا دو لایه دارم که تصویر اصلی من این بوده و حالا به این تصویر تبدیل شده. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که من یک لایه دارم که میتونم با ماسک کار بکنم، ماسکش بکنم، ترکیب بکنم. اما من یه توصیه به شما میکنم، اونم این که بیاین برای اینکه جلوه بهتری به تصویرتون ببخشید از adjustment layer ها و از gradient map استفاده بکنید و از داخل gradient map هر تهمایه رنگی رو که مد نظرتون هست سلکت بکنید، انتخاب بکنید با توجه به نیازی که دارید، این رنگ، این رنگ، این رنگ یا این رنگ و هر چیزی که داره، و میتونید اون رو ریورس بکنید یا در حقیقت معکوس بکنید. بعد زمانی که این کار رو انجام دادید با استفاده از blending mode soft light اون تهمایه رنگی رو با تصویرتون ترکیب بکنید برای اینکه توناژ های رنگی متفاوتی داشته باشید. بسیار بسیار gradient map اینجا میتونه برای ما کاربردی باشه. حالا دیگه ممکنه شما بخواید با چنل کار بکنید، ماسک بکنید، دیگه مواردی که شما میتونید ازش استفاده کنید. این تکنیک رو بهتون گفتم به خاطر اینکه بتونید با باز کردن تصاویر مختلف و با استفاده از مود رنگی LAB و apply image به نتیجه های معقول و جالب خودتون برسید.